در امثال 18 20 الی 21 میخونیم، اعلام میکنه دل آدمی از میوه دهانش پر میشود. دل آدمی از میوه دهانش پر میشود، یعنی زمانی که من آنچه که دارم به زبان میارم و به تفکرم داره جاری میشه، تفکر ناامید من، تفکر ترسان من، تفکری که در شک و نگرانی هست، هیچ امیدی درش نیست و خودم رو ذلیل اون چرا که بد میدونم کردم. میگه دل آدمی از میوه دهانش پر میشود و از محصول لبهایش سیر میگردد. آن چرا که میگه یک امید در زندگیش میشه و در اون تأثیر داره و ادامه میده موت و حیات در قدرت زبان است. آمین. قدرت چه زبانی؟ قدرت زبان کسی که به خدا ایمان داره، تحت اقتدار خداست، به نیکویی میشه. و تحت تأثیر قدرت زبان کسی که به خدا ایمان نداره، هنوز روح خدا رو یافت نکرده و خدای حقیقی رو نمیشناسه، توبه نکرده، نجات پیدا نکرده و مدام توی زندگیش سخنان منفی برای خودش و برای اطرافیانش میگه، متاسفانه تأثیر بد رو خواهد گذاشت.